سلام به همه شما دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من صابر آقا محمدی هستم و توی این ویدیو آموزشی میخوام با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که دامنه یا دامین دقیقاً چی هست. دامنه در واقع میشه اسم فارسیش و دامین هم میشه اسم انگلیسیش. حالا با هم دیگه میگیم ببینیم که دقیقاً دامنه یا دامین به چه چیزی میگن. برای مثال من وارد سایت دیجیکالا شدم. دامنه یا دامین در واقع اون آدرس اینترنتی است که شما در قسمت سرچ بار مشاهده میکنید. اینجا قسمت سرچ بار هست و اینجا یک آدرس اینترنتی رو برای ما آورده که از چند جزء تشکیل شده و من جلوتر کامل بهتون توضیح میدم. حالا من اینجا میخونم واسهتون: https://www.digicala.com. این از چهار جزء تشکیل شده که من براتون یه دونه عکس آماده کردم که کامل متوجه موضوع بشین. به این میگن URL یا آدرس اینترنتی کلن به این. خب اولین جزش این است که پروتکل هست. پروتکل ها خودشون به دو قسمت تقسیم میشن. اگر یک وبسایتی گواهینامه SSL یا گواهینامه امنیتی داشته باشه براتون HTTPS رو میاره. اگر نه اون وبسایت گواهینامه SSL یا گواهینامه امنیتی نداشته باشه اون SSL رو حذف میکنه و براتون HTTP براتون نمایش میده. حالا با هم دیگه بریم. برای مثال این توی سایت دیجیکالا هم از این اسش میتونیم متوجه بشین که این وبسایت گواهینامه SSL داره یا نه. و اینجا براتون حالت قفل رو میاره. اون وبسایتی که گواهینامه SSL نداره قفلش رو باز میذاره واسهتون گوگل. من روش کلیک میکنم. همونطور که میبینین اینجا واسهتون سرتیفیکیت رو آورده. روش کلیک میکنین و جزئیاتش رو مشاهده میکنین. این از اولین جزش بود. دومین جزش میشه ساب دامین که ما با این کار نداریم. میریم سراغ بقیه که مهمترین اجزاش هستن: نام دامنه و پسوند دامنه. نام دامنه در واقع اسم شخصی شما یا فامیلی شما یا اسم شرکتتون یا اون چیزی که اسمی که مد نظرتون هست میشه. پسوند دامنه خودش به دو حالت تقسیم میشه: دامنه ملی و دامنه بین الملل. دامنه ملی همون دات‌آی‌آر خودمون میشه پسوند دامنه و دامنه های .com, .net, .info اینا میشن دامنه های بین المللی که حالا بریم تو سایت. اگر توی گوگل سرچ بکنید خرید دامنه یک سری وبسایت ها رو براتون میاره. برای مثال من وارد سایت ایران سرور شدم. اینجا برای مثال airfunder.com رو من سرچ میکنم. همونطور که میبینید من اینجا یه دونه نام دامنه استفاده کردم و پسوند دامنه که بررسی میکنه ببینید که موجود هست یا نه. اگر موجود باشه اینجا می‌نویسه که موجود است و میتونید خریداری بکنی. اگر نه موجود نباشه می‌نویسه که قبلا ثبت شده است که وبسایت شخصی بنده است ایران فاندر که قبلا من ثبتش کردم. که حالا یک سری پیشنهادات هم براتون میاره اینجا: irfunder.net.org.info که دامنه‌های عمومی میشن و دیگر دامنه‌های موجود که میشه .app.biz یا .shop اینا میشن دامنه‌های تخصصی. آره دیگه کلا بحث دامنه همین بود دیگه. بحث دامنه دامین کامل بهتون توضیح دادم. اگر تو یوتیوب دارین این فیلمو ببینین لایک بکنین، دکمه سابسکرایب رو بزنین، اون زنگوله کنارش هم بزنین که آخرین مطالبم رو براتون نمایش بده. اگر نه توی اینستاگرام دارین این فیلمو ببینین لایک بکنین، کامنت بذارین واسه هم سوالاتتون رو بپرسین. من خیلی مشتاقم که جواب سوالات شما رو بدم. موفق و پیروز باشین بچه‌ها.